با سلام، من سهند سلیلی هستم، کارشناس ارشد سازه از دانشگاه صنعتی شریف. امیدوارم که درس خوب و مفیدی رو با هم داشته باشیم. الان در این سازه‌ای که مشاهده می‌کنی، طراحش اول همه چی رو با درس استاتیک محاسبه کرده، همه نیروها، مومانها، گشتاورها، همه اینها رو حساب کرده و بعد با درسی مثل جامدات المانها رو طراحی کرده. بنابراین ما هم به همین نحو عمل میکنیم. ابتداعاً یه دوره ای از درس استاتیک خواهیم داشت و بعد در اسلایدهای بعدی سراغ درس مکانیک جامدات میریم. استاتیک رو میشه بهش گفت شروع مهندسی و برای اینکه شروع مهندسی هست، شروع خوندن برای کنکور ارشد هم هست. بنابراین شما دوستای خوبم که میخواید برای کنکور آمادگی کسب کنید، باید اولین درسی که میخونید درس استاتیک باشه. چه رشتتون سازه هست، چه مکانیک، چه مواد، چه نساجی و رشته های دیگه مهندسی که در اونها استاتیک تدریس میشه، باید آشنایی خوبی با استاتیک داشته باشید. منابع مناسبی که برای این درس وجود داره خیلی خیلی فراوان هست. منابع داخلی، فارسی، منابع خارجی و اکثرا کتاب‌های مناسبی هستند و منابع داخلی که اکثرا ترجمه همین کتاب‌هایی هستند که من خدمتتون معرفی می‌کنم. با هر کدوم که خودتون راحت‌تر بودید با همون جلو برید و مثال‌هاشو حل کنید. مهم در درس استاتیک این هستش که مثال زیاد حل بشه، به خاطر اینکه زوایای پنهان حل مسئله تنها و تنها با حل مثال‌های متنوع به دست میاد. کتاب سمت چپ که ملاحظه می‌فرمایید کتاب استاتیک هست، نوشته مریام، که بسیار کتاب معروفی هست، و کتاب وسط کتاب استاتیک نوشته بیر و جانسون. هر دو کتاب کتاب‌هایی هستند که در دانشگاه صنعتی شریف هم توسط اساتید خوب ما تدریس میشن و پیشنهاد میشه که یکی از این دو کتاب رو حتما مطالعه بفرمایید. کتاب سمت راست کتاب استاتیک نوشته هیبلر، بسیار کتاب خوبیه، هم کتاب استاتیک داره، هم مکانیک جامدات، هم مکانیک سیالات و هم دینامیک. همین کتاب‌هایی که نوشته بسیار کتاب‌های خوب و با چاپ خیلی خوبی هست. همه اینا رو میتونید از اینترنت تهیه کنید و پیشنهاد میکنم که سعی کنید از منابع انگلیسی استفاده کنید، به خاطر اینکه شاید این کتاب‌هایی که کتاب‌های پایه‌ای عمران هستن به فارسی ترجمه شده باشن، ولی در آینده در مقاطع بالاتر که ادامه تحصیل میدید یا در کار حرفه‌ایتون دیگه از ترجمه خبری نیست. بنابراین بهتره که از منابع معتبر و زبان اصلی استفاده کنیم. به هر حال در این درس اهمیت فراوانی داره، همونطور که عرض کردم، این که مثال به تعداد زیاد حل بشه. مثال‌های متنوع، دو بودی، سه بودی و تمام چیزهایی که در این درس داده میشه باید خیلی خوب فرا گرفته بشه و الا در دروس دیگرتون مثل مکانیک جامدات و فولاد و بتون به مشکل خواهید خورد. درس رو با دوره از واحدهای اندازه‌گیری شروع میکنن. واحدهای اندازه‌گیری همونطور که میدونید دو نوع واحد اندازه‌گیری اصلی داریم در جهان. یکی سیستم اندازه‌گیری بین‌المللی که با SI میشناسیمش و یکی سیستم امریکایی که تو انگلیسی بهش میگن US Customary Units. توی کنکور سیستم SI استفاده میشه و سیستم امریکایی سوال نمیاد عموما. ولی در کارهای مهندسی حتما باید با هر دو سیستم آشنایی کامل داشته باشیم و بتونیم تبدیل واحدهایی که در این سیستم ها هست رو خیلی خوب انجام بدیم. به خاطر اینکه این اسلاید هایی که ما داریم خدمتتون ارائه میدیم هدفش آماده شدن برای کنکور ارشد هست، ما از قسمت امریکاییش خیلی سریع عبور میکنیم. ولی اگر واقعا برای کسب دانش دارید تلاش میکنید، به این نگاه نکنید که چه چیزی توی کنکور میآید و چه چیزی نمیآید. همه چیزهایی که در علم مهندسی هست و برای ارتباط برقرار کردن با جهان خارج اهمیت داره، برای ما هم حائز اهمیت هست. بنابراین سیستم امریکایی رو هم باید آشنایی داشته باشید باش. کشورهایی که در این نقشه سبز رنگ هستن از سیستم SI استفاده میکنن. همونطور که میبینید اکثر کشورهای جهان
با سیستم SI کار میکنن و امریکا و کانادا و چند تا کشور دیگه مثل انگلیس، اینها با سیستم امریکایی هنوز کار میکنن. کانادا به رنگ نارنجی نشون داده شده به خاطر اینکه هر دو سیستم الان در اون رواج داره، ولی به دلیل مشکلاتی که تبدیل سیستم ها با هم دارن هنوز نتونستن خودشون رو با SI به طور کامل وفق بدن، چون مردم شما مهندساشون همه و همه یک اون با سیستم امریکایی کار کردن و عوض کردن یک باره سیستم به سیستم SI کار دشواری هست. به هر حال واحد هایی که در سیستم امریکایی استفاده میشه واحد نیرو پوند هست، واحد جرم اسلاک هست و واحد طول فوت هست. پوند تقریبا برابر 4.5 نیوتونه، اسلاک برابر 14.6 کیلوگرمه و فوت هم تقریبا 30 سانتی متره. این اعداد سرانگشتیش رو حداقل باید بدونیم. لازم نیست تا آخرین رقم اعشار حفظ باشیم، ولی حدوداً باید بدونیم که پوند 0.5 کیلوگرمه، فوت 30 سانتی متره، اینچ 2.5 سانتی متره و هر فوت در واقع 12 اینچ. با این تبدیلات باید تا حدودی آشنایی داشته باشیم. در این شکل ها مشاهده میکنید که دوتا وزنه داریم، یکیشون سمت چپی 1 کیلوگرمه در واحد SI، به اون 9.8 نیوتن نیرو وارد میشه و به بیان دیگه شتاب گرانش در واحد SI 9.8 متر بر مجذور ثانیه است. در سوالاتی که در کنکور میاد عموماً شتاب گرانش رو 10 در نظر میگیرن و لازم نیست توی سوالات که 9.8 رو به صورت دقیق به کار ببرید به خاطر اینکه محاسبهش شاید سخت باشه. و در سمت راست با سیستم امریکایی اگر یک وزنه یک اسلاک جرمش باشه وزنش میشه 32.2 پوند و به بیان دیگر شتاب گرانش در سیستم امریکایی 32.2 فوت بر مجذور ثانیه است. یه تفاوتی سیستم بین‌المللی و سیستم امریکایی با هم دارن و اون هم اینه که سیستم بین‌المللی 3 واحد پایه‌ای داره که همه واحدها بر اساس اون ساخته میشن. واحد طول متر، واحد جرم کیلوگرم و واحد زمان ثانیه است. تفاوت اینجاست که در سیستم امریکایی به جای اینکه جرم رو مبنا قرار بدن، نیرو یعنی وزن رو مبنا قرار دادن. وزن واحدش در سیستم امریکایی پوند هست و بر اساس اون واحد جرم که اسلاک هست تعریف میشه. اسلاک یه واحدی هستش که برای اینکه بیانش راحت تر باشه گذاشته شده و در واقع برابر هستش با پوند ثانیه به توان 2 به فوت. از این قضایا که بگذریم میرسیم به واحدهای کمکی که به کمک ما میان تا بتونیم مقادیر خیلی کوچیک یا خیلی بزرگ رو اندازه بگیریم. به خاطر اینکه حفظ کردن واحدهای زیاد سخت هست، ما یه سری واحد رو مبنا قرار دادیم و به جای اینکه اسم جدید به یه واحد دیگه اختصاص بدیم، 1000 برابر، 1 میلیون برابر، 1 میلیارد برابر و الی آخر رو با یه واحد کمکی نمایش میدیم. مثلا اگر یک جسمی طولش 1 کیلومتر باشه، مثلا یک جاده 1 کیلومتر باشه، معنیش این هستش که 10^3 متر طول داره، همونطور که همتون آشنایی دارید. فقط محض یادآوری عرض کردم، ولی به هر حال این واحدها رو باید همه رو حفظ باشیم و اشتباهاً به جای هم دیگه به کار نبریم. مثلا گیگا خیلی مشاهده میشه که بچه‌ها با مگا اشتباه میگیرن. گیگا 10^9 یعنی 1 میلیارد هست و با جی نشون داده میشه. مگا 10^6 یعنی 1 میلیون هست و با ام بزرگ نشون داده میشه. کیلو 10^3 هست و با حرف کی کوچیک نوشته میشه. از اون ور واحدهایی که کوچیکتر از واحد هستن، یعنی کوچیکتر از 1 هستن، میلی 10^-3 هست و با ام کوچیک نوشته میشه. میکرو 10^-6 هست و با حرف یونانی میو نوشته میشه و نانو 10^-9 هست و با حرف ان کوچیک نوشته میشه. قدم بعدیمون برای کار کردن با واحدهای اندازه‌گیری این هستش که در
معادلات از اون استفاده کنیم. کار کردن با این واحدها بسیار راحت است، ولی باید با تمرین و ممارست این کار رو انجام بدیم که موقع محاسبه کردن، چون توانهای زیادی روی کار میان، با اشتباهات محاسباتی نمره یا امتیاز از دست ندید. چون در کنکور همونطور که میدونید جواب آخر اهمیت داره و اگر در طول محاسبات جایی رو اشتباه کنید، دیگه جواب آخر اگر غلط بشه یا به جواب اشتباه میرسید یا کلن دیگه جواب تو گزینه ها نیست. بنابراین از حل سوالات متنوع و باز هم مؤکدن سوالاتی از همه نوع غافل نشید. الان در این مثال کوتاهی که من براتون گذاشتم، 50 کیلونیوتن قرار ضرب بشه در 60 نانومتر. میخواییم ببینیم واحدش چی میشه. همونطور که از درس استاتیک خوندی، این ضرب یک گشتاور به ما میده. ضرب نیرو در طول. حالا میخواییم ببینیم که چه عددی حاصل میشه برای گشتاور. قدم اول این هستش که هرچی واحد کمکی مثل کیلو، نانو و امثال هم داشتیم رو تبدیل کنیم به معادل توانیشون. یعنی کیلو رو بنویسیم 10^3، نانو رو بنویسیم 10^-9 و از ضرب اینها در هم 3000 ضرب در 10^-6 نیوتن متر حاصل میشه که با ساده سازی میتونیم بنویسیم 3 ضرب در 10^-3 نیوتن متر و در گام آخر اگر دلمون خواست به جای 10^-3 میتونیم میلیمتر بذاریم، پس میشه 3 میلی نیوتن متر. مطلب دیگه ای که اهمیت داره در این بخش این هستش که دقت کنیم اگر واحدی به توان یک عددی برسه، حتما اون واحد کمکی هم به توان میرسه. مثلا اگر میلیمتر به توان 2 برسه، همونطور که میدونید این واحد 100 هست، هم متر به توان 2 میرسه و هم میلی به توان 2 میرسه، پس میشه میلی به توان 2 متر به توان 2. میلی به توان 2 هم که بتونیم بنویسیم 10^-3 ضرب در 2، یعنی 10^-6. به این صورت توی محاسبات دقت کنید که جایی که واحد مساحت یا واحد حجم داریم، وقتی میگیم میلیمتر مربع یا میلیمتر مکعب، هم میلی به توان اون عدد میرسه و هم متر به توان اون عدد میرسه. به عنوان یک مثال میخوایم کیلوگرم بر ساعت رو به متر بر ثانیه تبدیل کنیم. اگه سرعت یه جسمی 72 کیلومتر بر ساعت باشه، چون یک ساعت 3600 ثانیه است و یک کیلومتر هم 1000 متره، 72 کیلوگرم بر ساعت رو 72 رو می نویسیم، به جای کیلومتر می نویسیم 1000 متر و به جای h ساعت می نویسیم 3600 ثانیه و کارهای محاسباتی و ساده سازی رو انجام می دیم و به عدد 20 متر بر ثانیه می رسیم. مطلب دومی که خدمتون میخوام بگم جمع برداری و در کل محاسبات برداری هست. همونطور که میدونید پایه درس استاتیک محاسبات برداری است. بدون محاسبات برداری تقریبا هیچ سوالی رو در استاتیک نمیشه حل کرد. بنابراین از این قسمت غافل نشید و به نحو احسن اونو مطالعه کنید. خیلی هم قسمت ساده‌ای هست، چیز خاصی نداره. فقط اصول کلیشو باید بلد باشید و بردار رو با عدد اشتباه نگیرید. همین. الان دو بردار A و B در سمت چپ داریم. میخوایم این دوتا رو با هم جمع کنیم. جمع دوتا بردار به این معنی هستش که دو بردار بر یک جسم اثر میکنن و ما میخوایم برای اینکه ساده تر باشه کارمون، دو بردار رو به صورت یک بردار معادل نشون بدیم. مفهوم جمع برداری این هست. یعنی برداری بذاریم به نام R که همون اثر A و B رو داشته باشه. کاری که میکنیم این هست که A و B رو از یک نقطه رسم میکنیم در شکل B، میتونید ملاحظه بفرمایید، و جمع برداری میشه چیزی که در شکل سمت راست مشاهده میکنید، قطر اون متوازی الاضلاعی که از A و B ساخته میشه. جور دیگه هم میشه بیان کرد جمع برداری رو. در این حالت بیشتر با
برای جابجایی های اجسام استفاده می کنیم. یعنی اگه جسمی بخواد از نقطه سمت چپ توسط بردار آ بره به نقطه دوم و توسط بی بره به نقطه سوم، انگار که با یه بردار آر از نقطه اول رفته به نقطه سوم. تو جابجایی همینطور که میدونید برای ما نقاط اول و آخر مهمه و بینش هر چقدر که جسم جابجا شده باشه اهمیتی نداره. به این میگن قانون مثلثی و به قبلی میگن قانون متوازی الاضلاع. در شکل سمت راست این مثلث در واقع زاویه سومش رفته رو ضلع مقابل و تبدیل شده به دوتا بردار در امتداد هم، که مسلمه وقتی دوتا بردار در امتداد هم باشن جمعشون از جمع عددی دو بردار آ و بی حاصل میشه. یعنی اگه یه جسمی اول توسط بردار آ از سمت چپ رفته باشه به نقطه دوم و توسط بردار بی از نقطه دو رفته باشه به نقطه سه، انگار که یک راست از نقطه یک به نقطه سه رفت. قسمت بعدی ما تفاضل برداری هست. برای تفاضل دوتا بردار لازم نیست فرمولهای دیگری حفظ باشید. تنها کاری که باید بکنید این هستش که بردار دوم رو، یعنی وقتی میخوایم آ رو منهای بی بکنیم، آ رو به علاوه منفی بی بکنیم. منفی بی هم یعنی برعکس بردار بی، یعنی جهت فلشش رو سر و ته کنیم. اندازه بردار وقتی میخوایم حساب کنیم، وقتی که یک بردار داشته باشیم، اندازه یعنی اینکه از ابتدا تا انتهای بردار چه طولی داره، ولی وقتی که میخوایم دوتا بردار رو با هم جمع یا از هم کم بکنیم باید از قانون سینوس ها و قانون کوسینوس ها استفاده بکنیم. اگر بردارها با هم یک مثلث تشکیل دادن مثل شکلی که الان داریم، میشه از قانون سینوس ها به راحتی استفاده کرد. قانون سینوس ها همونطور که میبینید سه تا خط کسریه که با علامت مساوی بینشون نمایش داده شدن. ضلع روبرو به زاویه رو تقسیم بر سینوس اون زاویه میکنیم، یعنی در این شکل آ رو تقسیم بر سینوس آ میکنیم و بی رو تقسیم بر سینوس بی و سی رو تقسیم بر سینوس سی. قانون سینوس ها میگه که این سه نسبت با هم برابرن، بنابراین توی یه مثلثی که ما زاویه ها رو داریم و دوتا ضلع داریم یا یک ضلع داریم میتونیم ضلع بعدی رو به دست بیاریم. قانون کوسینوس ها موقعی هستش که ما دوتا بردار داریم، یعنی آ و بی رو داریم و زاویه بینشون که سی هست رو هم داریم. اون موقع ضلع سی میشه رادیکال آ دو به علاوه بی دو منهای دو آ بی کوسینوس سی. برای جمع بردارها با قانون متوازی الاضلاع هم میشه از قانون کوسینوس ها استفاده کرد، با این تفاوت که در قانون کوسینوس هایی که برای اضلاع یک مثلث داشتیم اینجا علامت منفی قرار میگرفت، الان علامت مثبت قرار میگیره. یعنی جمع بردارها اندازشون میشه رادیکالی که اینجا مشاهده میفرمایید. مفهوم دیگه ای که خیلی اهمیت داره در درس استاتیک و محاسبات برداری مفهوم بردارهای یکه هست. ما عادت داریم که برای هر مسئله‌ای و برای هر موضوعی یک معیار و یک واحد تعریف کنیم و باقی مسائل رو بر اساس اون واحدی که تعریف کردیم بیان کنیم. بردارها از این قاعده مستثنا نیستن. الان در شکل سمت راست مشاهده میکنید که یک بردار آبی رنگ به نام آ داریم و میخوایم یه کاری کنیم که یه قانونی برای خودمون تصویب کنیم که با این قانون بشه هر نوع بردار دلخواهی مثل آ رو تعریف کرد. مهندسا برای اینکه این کار رو انجام بدن اومدن در راستای X, Y و Z بردارهای یکی تعریف کردن که با I, J و K نشون داده میشه. بردار یکم معنیش این هستش که طولش یکه، یک واحد. حالا اگه واحدی که دارید باش کار میکنید متر باشه، طول بردار یک متره. اگه سانتی متر باشه، طول بردار یک سانتی متره. اون بستگی به این داره که شما چه واحدی انتخاب میکنید. این بردارها از این جهت اهمیت دارن که هر کدوم از بردارها به صورت مستقل تعریف میشن و بر اساس بردارهای دیگه قابل تعریف شدن نیستن. یعنی آی رو
بر حسب جی و کا نمیشه نوشت، یعنی بر هم متعامدن. و همینطور جی رو بر حسب آی و کا نمیشه نوشت. هر بردار دلخواهی که ما داشته باشیم میتونیم به راحتی اون رو تجزیه بکنیم، چون اکثر مسائلی که ما باهاش سر و کار داریم مسائلی هستن که در واقع در دو بود هستن. ما بیشتر با این جور مسائل سر و کار داریم، یعنی اینکه بردار ما در صفحه واقع شده، در صفحه XY، مؤلفه‌ای که در جهت محور X هست یعنی FX میشه F کوسینوس تتا، و مؤلفه‌ای که در جهت Y هست میشه F سینوس تتا. و بردار F رو بر حسب بردارهای واحد I و J میشه به صورت FXI علاوه FY J نشون داد. یه کاربرد خیلی مهمه نشون دادن بردارها به صورت مؤلفه های آی و جی این هستش که به راحتی میتونیم بردارها رو با هم جمع یا از هم کم کنیم. الان بردارهای آبی رنگ در شکل میخوایم با هم اینا رو جمع کنیم، ولی خب میدونید که جمع کردن اینها به این راحتی نیست، چون هر کدوم یه زاویه دلخواهی با هم میسازن و هر کدوم یه طولی دارن و خلاصه جمع کردن اونها خیلی راحت نیست. ولی با این ترفند، یعنی تجزیه کردن بردارها به مؤلفه های X و Y، میشه به راحتی این بردار مجموع رو ساخت. به این صورت که هر کدوم از بردارهای F1, F2 و F3 رو تجزیه میکنیم در جهت X و Y، و مؤلفه های X رو با هم جمع میکنیم، مؤلفه های Y رو با هم جمع میکنیم و در نهایت بردار مجموعمون حاصل میشه. بعد از این مرحله میرسیم به رسم نمودار جسم آزاد. رسم نمودار جسم آزاد وقتی که شما کار با بردارها رو فرا گرفته باشید اصلا کاری نداره، فقط باید بدونید چه نیروهایی به جسممون وارد میشه و زاویه بردارها و جهت بردارها به چه نحوی هست. بعد از اینکه مرحله رو طی کردید به راحتی نمودار جسم آزاد رسم میشه. الان در این شکلی که ما داشتیم سه تا نیرو به اون گره B وارد می شد و زاویه هاشون رو هم صورت سوال داده بود و نیروی کشش نخ پایینی رو هم داریم، به خاطر اینکه برابر وزن جسم است. از تعادل در جهت X ها و تعادل در جهت Y ها همینطور که می بینی دو تا معادله حاصل می شه و اتفاقا دو تا مجهول داریم، TR و TC. بنابراین معادلات ما تبدیل شدن به دو معادله و دو مجهول. از اینجا دو تا مجهولمون به دست میاد. بنابراین سوالاتی که از جسم آزاد و نمودار جسم آزاد میدن سوالات نسبتاً ساده‌ای هست، ولی نیاز به دقت زیادی داره که بدونید نیروها به چه نحوی هست و زاویه اونها با جسم به چه نحوی هست. این سوالی که من ارائه کردم خدمتتون جزو سوال ساده بود و سوالات پیچیده تری هم در این زمینه وجود داره. بخش بعدی بردارهای کارتزیان رو با بردارهای کارتزیان سه بعدی ادامه میدیم. وقتی که بردار در سه بعد یعنی در فضا قرار میگیره اون رو میشه بر حسب آی، جی و کا نوشت همونطور که عرض کردم خدمتون، و مؤلفه‌ای که در جهت X هست با آی X، مؤلفه‌ای که در جهت Y هست با آی Y، و مؤلفه‌ای که در جهت Z هست با آی Z نشون میدیم. اندازه بردار A برابر میشه با جذر مجموع مربعات بردارهایی که در جهت X و Y و Z هستن، و همینطور زوایایی که بردار با محور X و Y و Z میسازه همونطور که از شکل مشخصه برابر است با IX تقسیم بر A، IY تقسیم بر A و IZ تقسیم بر A. این رابطه‌ای که میبینید یه رابطه خیلی ساده است که از مثلثات به دست اومده، یعنی وقتی که ضلع مجاور به زاویه و وتر رو داشته باشیم کسینوس زاویه برابر میشه با ضلع مجاور به زاویه تقسیم بر وتر. در این شکل میتونید به خوبی زاویه هایی که بردار نسبت به محورهای مختصات داره رو مشاهده بفرمایید. و در این مرحله هم مثل قبل ما دوست داریم که بردارمون رو یکه هم بکنیم. بردار یکه خیلی مزایای مختلفی داره. یکی از این مزایاش این هستش که بردار یکه رو در هر عددی ضرب بکنیم یه بردار حاصل میشه که اندازش اون اندازه یکی میخوایم و جهتش جهت همون بردار اولیه خودمون هست.
الان بردار یکمون رو به این صورت میسازیم که بردار اصلیمون رو تقسیم بر اندازه بردار میکنیم. من تو این نوتیشنی که استفاده کردم بردارها رو با حروف بولد یعنی حروف پررنگ نشون دادم و اندازه بردارها رو با حروف کمرنگ. پس اینا رو با هم اشتباه نکنید. هر جا که میبینید حروف بولد شدن و پررنگ هستن یعنی نشون دهنده بردار هستن. و قانونی هم که بین این زوایا حکم فرماست این استش که کسینوس به توان دوشون وقتی که با هم جمع بکنیم برابر یک میشه. بنابراین از داشتن دو تا زاویه میشه سومی و به راحتی به دست آورد. همونطور که عرض کردم در دو بعد هم خدمتتون میشه دو تا بردار دلخواه در فضا رو با هم جمع کرد و بردار معادل اون بردارها رو به دست آورد اگر ما بتونیم بردارها رو تجزیه کنیم در سه جهت اصلی و مؤلفه‌ها رو با هم جمع کنیم. به عنوان یک تمرین ساده‌ای هم هست مشابه همون مثالیه که حل کردیم با هم. برایند نیروهای وارد بر این حلقه یا در واقع پیچ چقدر هست؟ میبینید که دو تا نیرو به اینها وارد میشه و به دست بیارید که چه زاویه‌ای با محور X میسازه. اگر تونستید این مثال رو، این تمرین رو حل کنید، یعنی این قسمت رو به خوبی متوجه شدید. ولی اگر موفق به حل این مثال نشدید، برگردید، مرور کنید و مثال‌های بیشتری حل کنید. به عنوان تمرین دوم هم یک ورق اتصال یا به قول انگلیسی ها گاست پلیت داریم که یک سری مهاربند بهش وصل شدن. این چیزیه که در دیتیل های ساختمونی خیلی مشاهده میکنید. یعنی ما میایم چند تا عضو رو به وسیله یک ورق اتصال به یک عضو دیگه یا به زمین متصل میکنیم. بنابراین اون عضو باید بتونه مجموع اون نیروها رو تحمل کنه. چیزی که برای ما مهمه برایند این سه تا نیرویه که به ورق وارد میشه و زاویهش با محور X. همیشه بدونید که درک سوال و متوجه شدن ابعاد و زوایای سوال نصف راه حله. اول به شکل خوب دقت کنید، ببینید چه نیروهایی وارد میشه به جسم و زوایا رو خوب بسنجی. این قضیه خیلی کمکتون میکنه در حل سوال. مثلا F1 فقط مؤلفه جهت X داره. F2 زاویه 45 درجه میسازه با X و Y و میتونید حدس بزنید که هم مؤلفه Xش مثبته هم مؤلفه Yش مثبته. F3 مثلثی تشکیل میده با اضلاع 3 و 4 و 5. بنابراین خود به خود بدون اینکه زاویه رو داشته باشید سینوس و کوسینوسش رو دارید. و این رو باید دقت کنید که بردار F3 در جهت مثبت X جابجا میشه و در جهت منفی Y در طول بردار که بیایم پایین در جهت مثبت X جابجا میشیم و در جهت Y ها میایم پایین. به این دقت کنید. یعنی وقتی که میخواید از این سینوس کوسینوس استفاده کنید علامت منفی که پشت مؤلفه Y باید بذارید و فراموش نکنید. همین نکات ریز هستش که در یک سوال تفاوت مهندسی که اون قسمت رو خوب فرا گرفته و مهندسی که از اون سوالات به سادگی رد شده رو مشخص میکنه. بنابراین در این نکات ریز دقت کنید و همین سوالات ساده ولی نکته دار هستش که توی کنکورم سوال میاد و به راحتی با تمرین و ممارست میشه اون سوالات رو حل کرد. مفهوم دیگه ای که با هم میخواییم مرور کنیم مفهوم گشتاور هست که اسمای دیگرش رو به نام مومان یا لنگر میشناسیم یا به قول انگلیسی ها مومنت. لنگر از اونجا ناشی میشه که مهندسا دیدن همیشه نیرو نیستش که براشون اهمیت داره. میتونن نیرو رو در فاصله های مختلفی به یه جسم وارد کنن و در واقع اثرهای مختلفی کسب کنن. یعنی وقتی میخواید مثلا یه پیچ رو با آچار بپیچونی، اگر دستتون خیلی نزدیک پیچ باشه پیچوندن اون پیچ سخته، ولی اگه دستتون فاصله داشته باشه پیچاندن راحت تر میشه. بنابراین یه مفهوم دیگه ای تعریف کردن که در اون مفهوم هم فاصله اهمیت داره و هم نیرو. در این شکل مشاهده میکنید این فرد با نیروی F یه آچار رو پول میده و دستش در فاصله D قرار گرفته از پیچ
فاصله ای که برای ما اهمیت داره فاصله عمود هست. الان در شکل بعدی مشاهده می کنید که دست کج قرار گرفته و احتمالاً امتحان کردید که وقتی دستتون کج قرار بگیره پیچوندن آچار سخت‌تر میشه. باید نیروی بیشتری وارد کنید. دلیلش هم این هستش که چیزی که اهمیت داره فاصله قائم هست. یعنی اون مؤلفه‌ای کار میکنه که زاویه قائمه با دسته آچار میسازه و مؤلفه‌ای که در راستای دسته آچار کاری انجام نمیده. همونطور که میبینید اگر بخواید آچار رو به این نحو بکشید پیچ صفر نمیشه. حتما باید آچار رو بپیچونید و پیچوندن آچار با اون مؤلفه نیرو هستش که عمود به آچاره. از همین مسئله استفاده کردن و یه جهت قراردادی برای مومان در نظر گرفتن. جهت قراردادی مومانمون هم به این صورت هست که اگر دست راستتون رو در جهت اعمال نیرو بگیرید، یعنی 4 تا انگشتتون در جهت اعمال نیرو باشه، 60 دست جهت مومان رو نشون میده. همونطور که میدونید مومان خودش یک بردار هست و از قوانین محاسبات برداری پیروی میکنه. بنابراین هر بردار همونطور که میدونی حاوی اندازه و حاوی جهت هست. بنابراین یک بردار رو میخوای تعریف کنی باید این دوتا موضوع رو براش مشخص کنی. یکی اینکه اندازش چقدره، یکی اینکه جهتش چقدره. و در شکل A مشاهده میکنید که جهت مومان رو به بالا شده. و در شکل پایین از بالا شکل رو نگاه کردیم. وقتی تو صفحه نگاه بکنیم چون دیگه بردار مومان دیده نمیشه، به صورت یه نقطه دیده میشه، ما بیان میکنیم که مومان ساعت گرده یا پاد ساعت گرده، که در اینجا پاد ساعت گرده. اگر بخوایم با قوانین برداری مومان رو به دست بیاریم باید این کار رو انجام بدیم که نقطه دوران رو مشخص کنیم. در اینجا در این شکل نقطه O نقطه دورانمون هست، یعنی بردار حول نقطه O داره دوران ایجاد میکنه، بردار F، و یه نقطه دلخواه مثل A رو در راستای بردار نیرو مشخص میکنیم. این A فرقی نمیکنه کجا باشه، هر جای دلخواهی از بردار نیرو ما میتونیم در نظر بگیریم. و یه بردار جابجایی به نام R تعریف میکنیم که از نقطه O شروع شده و به نقطه دلخواه A ختم شده. مومانی که بردار F حول O ایجاد میکنه برابر میشه با ضرب خارجی R در F. همونطور که یادتون هست ضرب خارجی دوتا بردار یک کمیت برداری به ما میده. R بردار هست، F بردار هست و ضرب خارجی این دوتا هم یک بردار مطمئنن به ما میده. همینطور باید در نظر داشته باشید که اول بردار جابجایی رو می‌نویسن و بعد بردار نیرو. این دوتا رو نباید جابجا کرد چون جابجا کردنشون بردار دیگه‌ای به ما میده. ضرب خارجی هم اگه محاسبش یادتون رفته به این صورت محاسبه میشه که یک ماتریس 3x3 تشکیل میدیم. در سطر اولش بردارهای یک رو می‌نویسیم، یعنی آی، جی و کا. در سطر بعدی بردار جابجایی می‌نویسیم، یعنی آر ایکس، آر وای و آر زد. و در سطر آخر بردار نیرو رو می‌نویسیم، یعنی اف ایکس، اف وای و اف زد. و دترمینان این ماتریس 3x3 رو حساب می‌کنیم. دترمینان این ماتریس همون بردار گشتاور هست. دترمینان هم به این صورت محاسبه میشه که اول آی رو می‌نویسید، بعد دستتون رو می‌ذارید رو سطر و ستونی که آی رو شامل میشن و چیزی که باقی مونده رو در هم ضرب میکنی، یعنی آر وای در اف زد من های آر زد در اف وای. یه علامت منفی بعدش میذارید، من های جی، و دستتون رو روی سطر و ستونی که شامل جی هستن میذارید و به همون نحو آر ایکس در اف زد من های آر زد در اف ایکس. و علامت آخری هم مثبته، این مثبت کا ضرب در آر ایکس ضرب در آر وای من های آر وای ضرب در اف ایکس. به این نحو گشتاور به دست میاد. ولی خب همیشه لازم نیست از اون فرمول استفاده کنیم. ما معمولا گشتاورهایی که داریم در یک فاصله مشخصی و با یک نیروی مشخصی وارد میشن و ما جهتش رو از روی شکل میتونیم به دست بیاریم. بنابراین لازم نیستش که بیایم و اون قانون صفحه قبل رو انجام بدیم، چون انجام دادنش خیلی آسون نیست و زمان بره.
الان در این شکل یک نیروی 100 نیوتنی داره در فاصله 2 متری از تکیهگاه اثر میکنه. میدونیم که مومان میشه حاصل 100 ضرب در 2 متر. و جهتش رو اگه بخوایم ببینیم باید دستمون رو بذاریم رو نقطه O و ببینیم این نیروی 100 نیوتن نقطه O رو در چه جهتی میگردونه و اینجا همونطور که فلش آبی رنگ نشون میده در جهت ساعت گرد میچرخونه. معمولا در انتهای حل سوالامون ما یه علامت میذاریم که جهت مومان رو نشون بده. همونطور که عرض کردم خدمتون، مومان باید جهت داشته باشه. بدون جهت معنی و مفهوم درستی نداره. یه چیز دیگه ایم که حائز اهمیت هست این هستش که واحد مومان نیوتن در متر هست. در این شکل هم مثال دیگری آوردیم و فقط نکتش اینه که بگیم این 50 نیوتن داره در فاصله 75 صدم متر اثر میکنه. یهو اشتباهاً در 2 متر ضربش نکنید. ما همونطور که عرض کردم فاصله قائم تا نقطه مورد نظر ملاک عملمون هست و فاصله قائم 50 نیوتن تا نقطه میشه 75 صدم متر. مفهوم دیگری که ما داریم مفهوم کوپل نیرو هست. کوپل نیرو به دو تا نیروی موازی هم میگن که در فاصله دی از هم قرار گرفتن و وقتی که میخوایم مومان حاصل از اونها رو به دست بیاریم کافیه که نیرو رو ضرب در فاصله دو تا کوپل از هم بکنیم و جهتش هم طبق معمول با قانون دست راست هست، یعنی 4 تا انگشت جهت دوران رو نشون میدن و انگشت شست جهت مومان رو نشون میدن. به عنوان یک مثال ما یک تیری داریم که به صورت توره وصل شده به یک تکیهگاه صلب و یک نیروی 5 کیلونیوتن به سر تیر وارد میشه. همونطور که در مثالهای قبلی تاکید کردم دیدن و متوجه شدن ابعاد سوال و اطلاعاتی که سوال داده نصفی از حلمون رو شامل میشه. بنابراین برای اینکه سوال رو خوب متوجه بشیم باید وقت بزنیم رو شکل و از اینکه وقتمون از آزمون داره میره نباید نگران باشیم. در حد عرفش منظورم هست. اول کامل سوال رو نگاه کنید. وقتی که کاملا متوجه شدید سوال چی میگه و چی میخواد ازتون به حلش بپردازید. خلاصه الان در این مثالمون یک نیروی 5 کیلونیوتن به سر تیر وارد شده و زاویه 45 درجه به افق میسازه. طول تیر 3 متره، زاویه تیر به افق 30 درجه است و فاصله قائم نقطه O تا خط امتداد نیرو D هست. راه حل اولش اینه که ما بیایم D رو حساب کنیم و خیلی راحت F رو ضرب در D بکنیم. پس دی رو حساب میکنیم که میشه 3 متر طول وتر ضرب در سینوس 75 صدم درجه و مومان میشه حاصل ضرب اف ضرب در دی و جهتش هم همونطور که مشاهده میکنید این نیرو میخواد نقطه او رو به صورت ساعت گرد بگرد. ولی خب این راه حل راه حلی نیستش که ما خیلی مطلوبمون باشه. راه حل دیگر که من بیشتر میپسندم اینه که در این گونه سوالها که یک زاویه‌ای داریم که با زوایای متداولمون که افقی و عمودی هست متفاوت هست ما بیایم نیرو رو به زوایای افقی و عمودی تجزیه کنیم و برای هر کدوم از نیروها به صورت جداگانه مومان رو حساب کنیم. الان وقتی اینجا تجزیه کردیم در جهت x fx برابر است با 5 کیلو نیوتن ضرب در کسینوس 45 و fy هست 5 کیلو نیوتن ضرب در سینوس 45 و فاصله قائم نیروها از نقطه O رو هم حساب کردیم. برای fx فاصله میشه dy و برای fy فاصله قائم میشه dx. این دوتا رو هم حساب کردیم. m O رو حساب میکنیم. علامت منفی گذاشته به خاطر اینکه جهت پاد ساعت گرد و مثبت فرض کرده بوده و این دوتا دارن هر دوتا در جهت ساعت گرد یعنی علامت منفی میگردونن نقطه رو و پس از محاسبات عددی به همون عدد قبلی رسید. در حل سوم یه کاری کرده که یک مقدار حل ساده تر بشه ولی خب ممکنه سر امتحان یه همچین راه حلی به ذهنمون خطور نکنه. یک
کاری کرده که با یه حرکت بشه مامان رو به دست آورد و اون کار هم اینه که X و Y رو در امتداد طول تیر گرفته. با این کار نیرویی که در جهت X هست مامان ایجاد نمیکنه و نیرویی که در جهت Y هستم زاویهش قائم است و بنابراین بدون این که بخوایم کار بیشتری انجام بدیم مامان میشه اون نیرو ضرب در فاصلش و باز به همون عدد قبلی رسیدیم. مفهوم بعدی که میخوایم با هم مرور کنیم مفهوم تعادل هست. مفهوم تعادل به ما این مطلب رو میرسونه که وقتی یک جسمی شتاب نداره مجموع نیروهایی که بهش وارد میشه صفره و مجموع مومانهایی که بهش وارد میشه هم صفره و اتفاقا جسمایی که ما